اقتصاد ایران سال 1394 رو با امید آغاز کرد و با خوشبینی پشت سر گذاشت. با اینکه عملکرد اقتصاد در این سال نشانی از رونق نداشت و بیشتر بازارها نتونستند سود زیادی نصیب سرمایه گذارا بکنند، اما لغو نظام سنگین تحریم‌ها به قدری ارزشمند تلقی شد که به خوشبینی‌ها اضافه کرد. حالا برای پیشبینی آنچه در سال تازه پیش روست، نگاهی به آنچه در سال گذشته رخ داد بیفایده نخواهد. بازار ارز که در نقش دماسنج اقتصاد ایران عمل میکنه، در ماه‌های پایانی سال قبل بیشتر از ماه‌های آغازین نوسان داشت. دلار آمریکا سال گذشته را با نرخ 3345 تومان شروع کرد و در خرداد تا 3220 تومان هم کاهش داشت. اما به تدریج نرخ دلار روند افزایشی پیدا کرد و در دی ماه به بالاترین مقدار خود 3735 تومان رسید. سپس روند تغییرات نرخ دوباره کاهنده شد و در پایان سال دلار 3460 تومان بود. با توجه به کاهش درآمد ارزی دولت به دلیل افت قیمت نفت، نه دولت در شرایطیه که بتونه نرخ ارز رو پایین تر از محدوده فعلی بیاره و نه وارد کنندگان پرنفوذ که از بازندگان اصلی افزایش نرخ هستند در موضعی خواهند بود که بخوان به دولت برای کاهش نرخ فشار بیارن. در بازار طلا قیمت‌ها تحت تأثیر دو نرخ نوسان کردند. نخست متأثر از قیمت جهانی طلا و دوم در واکنش به نرخ ارز. قیمت سکه تمام بهار در ابتدای فروردین سال قبل حدود 940 هزار تومان بود، ولی در روندی نزولی قیمت سکه در پایان تیر ماه به پایین‌ترین حد خود 860 هزار تومان رسید. بعد از اون روندی صعودی وجود داشت، به طوری که در پایان سال قیمت سکه از 1 میلیون تومان هم فراتر رفت. پیش بینی میشه در سال جاری قیمت طلا در بازار داخلی ایران بیشتر از گذشته با قیمت جهانی طلا همسو بشه. قیمت جهانی هم به طور عمده تابعی از وضعیت اقتصادی چین و اروپا خواهد بود. معاملات و شرایط بازار سهام در بیشتر ماه‌های پارسال برای سهامداران مطلوب نبود، اما بازار در زمستان از سردی خارج شد. شاخص کل بورس بهار گذشته را با 62885 واحد آغاز کرد و تا میانه زمستان هرگز نتونست از مرز 70000 واحد گذر کنه. اما روند صعودی که از اوایل زمستان شروع شده بود به گونه‌ای شتاب گرفت که در آخرین روز کاری سال شاخص به بالاترین میزان خود 80220 واحد رسید. به این ترتیب بازدهی بورس در سال 94 28% بود که به مراتب بیشتر از بازدهی 8% سکه طلا و بازدهی 3% دلار آمریکا در این دوره است. با وجود خوشبینی حاکم بر بورس، مسئولان بازار با احتیاط از آینده صحبت می‌کنند. بازار مسکن سال 94 رو با رکود آغاز کرد و بدون رونق به کار خودش پایان داد. شرایط به گونه‌ای بود که رشد قیمت مسکن در سال 94 کمتر از رشد نرخ تورم بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آخرین ماه سال قبل و در پایتخت که حدود 1/3 معاملات مسکن در آن انجام می‌گیرد، میزان معاملات 8.5% نسبت به اسفند سال قبل کمتر شد. این کاهش در حالی بود که قیمت مسکن 4% در این دوره افزایش داشت و متوسط قیمت ملک مسکونی در تهران 4.2 میلیون تومان گزارش شد. موضوعی که نشون میده بسیاری از مالکان واحدهای خالی به ویژه در مناطق گران هنوز فروشنده نیستن و منتظرن تا قیمت ملک بالاتر بره. دولت تمایل داره تا بدون جهش قیمت و از طریق محرک‌هایی مانند وام بانکی به معاملات مسکن رونق بده، اما به نظر میرسه منابع مالی لازم برای تحقق چنین هدفی دست کم در بانک‌های رسمی وجود نداره. بانک‌هایی که به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خودشون از افزایش قیمت ملک در سال جاری منفعت خواهند برد. شرایط سال گذشته بازار جهانی نفت به قدری نامطلوب بود که شیرینی لغو تحریم‌ها رو برای دولت ایران کم کرد. با اینکه فروش نفت و میعانات گازی ایران در پایان سال به 2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد،
اما قیمت به قدری پایین بود که بر اساس گزارش رسمی دولت درآمد نفتی پارسال ایران 21 میلیارد دلار بوده. رقمی که اگر با درآمد 118 میلیارد دلاری سال 90 مقایسه بشه، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی رو بهتر نشون میده. یک نتیجه کاهش درآمد نفت برای اقتصاد نفتی ایران کاهش مقدار تجارت خارجی بود. با اینکه توقع بر این بود با رفع تحریم‌ها تجارت رونق بگیره، اما بر اساس گزارش گمرک مبادلات بازرگانی ایران با خارج در سال گذشته کاهش داشته، به طوری که صادرات غیر نفتی 16% و واردات 22.5% نسبت به دوره قبلی کاهش پیدا کرده. عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی در سال 1394 هم حاکی از اونه که اگر اقتصاد ایران زودتر وارد دوره رونق پایدار نشه، امید موجود در جامعه میتونه به ناامیدی تبدیل بشه. برخی محاسبات مستقل نشون میده که رشد اقتصادی سال 94 در برخی ماه‌ها منفی بوده و در بعضی ماه‌ها در محدوده صفر. دولت هم در اقدام پرسش برانگیزی از انتشار به موقع آمار رشد اقتصادی سال 94 جلوگیری کرد و ابهام‌ها در این خصوص رو افزایش داد. در نهایت با فشار منتقدان و در گزارشی چند خطی، رشد 9 ماهه به طور رسمی 0.7% اعلام و معلوم شد رشد بخش صنعت و خدمات در این دوره منفی بوده. نرخ بیکاری عمومی هم برای سال 94 11% و نرخ بیکاری جوانان 23% اعلام شد. البته این نرخ بیکاری با کم شماری جمعیت فعال محاسبه شده، چون در محاسبات مرکز آمار بیشتر از 40 میلیون نفر ایرانی در سن کار جویای شغل محسوب نمیشن و شاغل هم نیستن. نرخ تورم هم در پایان سال 94 12% گزارش شد که از موفقیت دولت در کنترل تورم حکایت داره. البته با وجود این موفقیت باید در نظر داشت که ایران همچنان در زمره کشورهای انگشت شماریه که دارای نرخ تورم دو رقمی است. دولت که مالک و بازیگر اصلی اقتصاد ایرانه، سال جدید رو در حالی آغاز کرده که بدهی 400 هزار میلیارد تومانی مجموعه دولت تنگناهای مالی کشور رو تشدید کرده. به نظر میرسه حالا که دیگه تحریمی در کار نیست، مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 95 چاره‌جویی برای مسئله تأمین مالی و مشکلات مالی شرکت‌های ایرانی باشه.